تهران، 13 آبان ماه سال 1358. اینجا خیابان تخت جمشید است. سفارت امریکا در تهران چند ساعتی است که به اشغال جوانان معروف به دانشجویان پیرو خط امام درآمده. از این لحظه ارتباط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده کاملا قطع می شود. خیلی ها در آینده این اشغال را دلیل مشکلات اقتصادی ایران خواهند دانست، بی آن که بدانند اگر این سفارت اشغال نمی شد، داستانی در ایران به وقوع می پیوست که 6 سال قبل در کشور شیلی رخ داده بود. شیلی، 11 دی ماه سال 1348. سالوادور آلنده، سیاستمدار چپگرای امریکای لاتین، در کشور مادری خود برنده انتخابات آزاد ریاست جمهوری شده. او بعد از 3 بار کاندیدایی موفق می شود رئیس جمهور شیلی شود. او اعتقاد دارد که نباید کشور وابسته به امریکا باشد، هرچند او با گرایشات ضد امریکایی و علاقمند به برخی عقاید شوروی امروز رئیس جمهور قانونی شیلی است. اما آلنده معتقد است ایالات متحده پرچمدار ادعای دموکراسی خواهی و مردم سالاری در دنیا است. بنابراین خیال می کند وقتی او در یک انتخابات سراسری و تماماً آزاد رئیس جمهور شده، امریکا به رأی مردم شیلی احترام خواهد گذاشت. آلنده اما نمی داند که شیلی حیات خلوت امریکا است، هرچند تمام کشورهای امریکای لاتین برای دولت ایالات متحده چنین مفهوم دارند. اسناد امریکا که به تازگی از محرمانه بودن خارج شده، حرف‌های مهمی دارند. در یکی از این گزارش‌ها گفته شده که مصالح و منافع ایالات متحده در جلوگیری از افتادن شیلی به دست کمونیست‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. خطر پیروی دیگر کشورهای امریکای لاتین از شیلی به عنوان یک الگو موضوع کمی نیست که امریکا آن را نبیند. در نهایت رئیس جمهور ریچارد نیکسون گزینه سی را انتخاب می کند، یعنی حفظ ظاهری به نظر آرام و خونسرد، در عین حال تلاش نامحسوس و مخفیانه در پشت صحنه برای سست کردن پایه های حکومت آلنده. این کار از طریق فشارهای اقتصادی و به انزوا کشاندن دیپلماتیک شیلی باید انجام شود. آلنده البته انگار یا از داستان کودتای سال 1332 در ایران خبر ندارد، یا باورش برای او سخت است که دولت‌های امریکا و انگلیس علیه یک دولت ملی برخواسته از رأی مردم کودتا کرده باشند و آن کسی که امروز در ایران حاکم است دیکتاتوری برخواسته از یک کودتای امریکایی باشد. در شیلی از لحظه قدرت گرفتن آلنده، سفارت امریکا شروع به ارسال تلگراف به واشنگتن می کند. بخشی از این تلگراف ها در سال 1390 از حالت محرمانه خارج شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
سند اول نشان می‌دهد سفارت امریکا همه تلاشش را کرده تا سالوادور آلنده اساساً رئیس جمهور نشود. ایالات متحده در حالی مدعی است سفارتخانه‌هایش محل کودتا یا دخالت در امور داخلی ملت‌ها نیستند که تلگراف‌های سفیر این کشور در شیلی چیز دیگری را نشان می‌دهد. در ماه‌های ابتدایی ریاست، آقای رئیس جمهور هر کجا که می‌رود از او استقبال می‌شود. دست‌های آلنده هر بار که روی کاغذ حرکت می‌کنند، اتفاق خوبی را رقم می‌زنند. دولت آلنده در یک سال اول بسیاری از مشکلات عمومی شیلی مثل وضعیت بهداشت، کار و تغذیه را تا حد زیادی حل می‌کند. همه چیز عالی به نظر می‌رسد. آمار از رشد 8% اقتصاد شیلی ظرف یک سال خبر می‌دهند. آماری که بی سابقه است. در این یک سال خبری از ترور هم نیست. اما آلنده با تاریخ ایران، اندونزی یا هر نقطه‌ای که امریکا در آن کودتا کرده آشنایی ندارد. در این سالها دسترسی به اطلاعات کار آسانی نیست. پس آلنده سعی می کند کشورش را بر اساس شناخت خودش از جهان مدیریت کند. شیلی به رهبری رئیس جمهور آلنده می خواهد منابعش در اختیار خودش باشد. این چیزی نیست که رئیس جمهور امریکا بتواند بپذیرد. نیکسون مانند دیگر رؤسای جمهور امریکا مدت هاست دستور محرمانه ای را به سازمان اطلاعاتی امریکا داده. نیکسون گفته فریاد اقتصادی شیلی را درآورید تا بشکرد. این یادداشت سند شماره 2 به دستخط رئیس وقت سیار ریچارد هولمز است. در این سند دستورات رئیس جمهور وقت ایالات متحده ریچارد نیکسون دیده می شود. نیکسون گفته گویا شانس کودتا یک از ده است، ولی شیلی را نجات دهید. ارزش هر خرج و هزینه ای را دارد. مسئله ای نیست. سفارت نباید مستقیم دخالت کند. تمام وقتتان را بگذارید. از بهترین نفرات استفاده کنید. طرح بازی را تهیه کنید. فریاد اقتصادشان را درآورید. 48 ساعت برای طرح برنامه عملیاتی وقت دارید. این دستورات مقدمه‌ای بودند برای آغاز عملیاتی بزرگ و مخفیانه. اما مگر آلنده قصد انجام چه کاری را داشت که باعث شد سفارت امریکا در شیلی علیه او برنامه ریزی کند؟ در فاصله سالهای 1334 تا 1349 سود سالانه امریکا در یکی از شرکت‌های مسش در شیلی برابر با صنعت خودروسازیش بود. شرکت امریکایی آناکوندا بزرگترین معدن روباز مس را در جهان داشت، معدنی در شیلی. یعنی فقط یک شرکت معمولی امریکایی هر سال معادل تمام صنعت خودروسازی امریکا از یک معدن در شیلی سودآوری داشت. نیویورک، سال 1350، مقر سازمان ملل. آلنده اینجا کار را تمام می کند. همه چیز ملی می شود. آلنده با حمایت مردم حکم ملی شدن صنایع مس شیلی را امضا می کند. قانون ملی شدن منابع در پارلمان شیلی تصویب می شود. این همان چیزی است که شرکت های امریکایی آن را پیش بینی کرده بودند و در زمان انتخابات در شیلی با ترورهای پی در پی می خواستند جلوی آن را بگیرند.
این صورت جلسه اولین جلسه رئیس وقت سازمان سیا با افسران ارشد اطلاعاتی امریکا علیه آلنده است. قرار است عملیاتی سری با اسم رمز فوبلت علیه آلنده شکل بگیرد. یک تیم عملیاتی ویژه تحت نظارت معاون تحریزی عملیات سیا و به ریاست مأمور کارکشته و با سابقه این سازمان دیوید فیلیپس تشکیل شده. در این صورت جلسه آمده، سیا باید ظرف 48 ساعت آینده طرحی عملیاتی برای مشاور امنیت ملی امریکا هنری کیسینجر تهیه کند. قرار است در 2 روز کار دولت آلنده تمام شود. دقیقاً به همان شکلی که در 2 روز کار دولت محمد مصدق تمام شد. مرکز مدیریت کودتا سفارت ایالات متحده امریکا در شیلی. تهران سال 1358. سفارت امریکا به لانه جاسوسی تعبیر شده. مردم اطراف خیابان تخت جمشید را پر کرده. گروهی حتی شب را آنجا می خوابند. در میان شعارها زمزمه ایران شیری نمیشه شنیده می شود. دانشجویان پیرو خط امام از رخدادی که این سفارتخانه میتواند رقم بزند نگرانند. رخدادهایی که در شیلی، اندونزی و ایران سال 32 تجربه شده است. اما مگر سفارت امریکا با مردم شیلی چه کرده که چند سال بعد مردم ایران از دیوارهای این سفارت بالا میروند تا آن را برای همیشه تعطیل کنند؟ سند شماره 4 را باید ترجمه کرد. سندی که نیمی از آن هنوز سریس و منتشر نشده است. این یادداشت‌ها درباره راه اندازی و انجام کودتا در شیلی است. قسمت دوم، عملیات سری برای متوقف ساختن آلنده شروع شده است. مقامات بلند پایه ایالات متحده درباره احتمال شکست خوردن توطئه یک مقام نظامی شیلی یعنی روبرتو ویاکس حرف زدند. گویا اولین عملیات شکست خورده. کیسینجر طبق این اسناد بسیار دستور می‌دهد بر وارد کردن فشار روی هر نقطه ضعفی که از آلنده پیدا کرده اید ادامه دهید. سفارت امریکا وارد مرحله بعد می شود. سیا سلاح و مهمات را در اختیار گروهی از افسران ارتش شیلی قرار می دهند تا عملیاتی را اجرا کنند. عملیاتی که قرار است برگردن هواداران آلنده انداخته شود. اینها مقدمات لازم برای کودتای نظامی است. هولمز رئیس سیا شخصیت آلنده را قرص و محکم ارزیابی می کند. تلگراف های کودتا منتشر می شود. در یکی از این تلگراف ها سند شماره 5 آمده است. این سیاست قوی و دیرپاییست که آلنده با کودتا سرنگون شود. این عملیات باید به گونه ای تحریزی و اجرا شود که دست امریکا در آن پیدا نباشد. در همین ایام اتفاقی می افتد. ژنرال رنه شنایدر فرمانده کل ارتش شیلی ترور می شود. رسانه‌های داخلی شیلی که وابسته به خط فکری و دلار امریکا هستند اعلام می‌کنند ترور شنایدر کار گروه‌های چپگرای اطراف آلنده است. این حربه باعث بدبینی آلنده به اطرافیانش می‌شود. دقیقاً نظیر اختلافی که سفارت امریکا در سال 1332 میان مصدق و اطرافیانش ایجاد کرد. سالها بعد وقتی اسناد کودتای شیلی منتشر شود، دنیا خواهد فهمید ترور ژنرال اشنایدر کار نیروهای وابسته به ایالات متحده بوده. فرمانده وفادار آلنده حذف می شود تا قدرتی مقابل کودتاگران قد علم نکند.
خبر کودتا خیابان به خیابان می پیچد. مردم طرفدار دولت آرنده اند. آنها سلاح می خواهند تا از حکومت دفاع کنند. ارتش و ملت شیلی در کنار هم به پشتیبانی از تایید و رئیس جمهور شناخته شدن آلنده در برابر کنگره این کشور راه پیمایی کنند. همه چیز برای تعطیل کردن سفارت آماده است. آلنده باید تصمیم بگیرد. او باید سفارت امریکا را تعطیل و تمام اتباع امریکایی وابسته به شرکت‌های اقتصادی را نیز حتی به صورت موقت اخراج کند. روز موعود فرا می رسد. آلنده تصمیمش را می گیرد. او می خواهد شیلی را با قانونی اداره کند که مجری آن ارتش است. ارتشی که تا گلوله وابسته به امریکا است. از نظر آلنده تعطیل کردن سفارت خارج از عرف دیپلماتیک است. او مقابل تشکیل بسیج مردمی مقاومت می کند. خیال امریکایی ها راحت می شود. حالا وقت حمله است. آنها روی گزینه مورد نظرشان تمرکز می کنند. ژنرال پینوشه. این که برنامه عملیاتی امریکایی ها چه بود و پینوشه چه نقشی داشت هنوز محرمانه است. سیا بعد از 40 سال هنوز هم اسناد مربوط به پینوشه و کودتا در شیلی را سیاه نگه داشته است. این یعنی الگوی کودتا در شیلی هنوز برای امریکایی ها الگوی قابل تکرار است. این الگو در سال 1392 علیه رئیس جمهور قانونی مردم مصر هم به کار خواهد رفت و عبدالرحمن سیسی رئیس ستاد ارتش را با کودتا به جای محمد مرسی خواهد نشاند. رهبر انقلاب مردم مصر زندانی و همراه با کودتاگر مصری محاکمه خواهد شد. کودتاگر زنده خواهد ماند و مرسی در قفس خواهد مرد. مرسی هم مثل آلنده از تعطیل کردن سفارت امریکا ترسید و درست از همین نقطه شورش اجتماعی بزرگ کودتا و حبس در قفس را به چشم دید. آلنده می داند در کشورش چه خبر است. می داند سازمان سیا به روزنامه ال موریکوریو که در شیلی تیتراژ بالایی دارد 1.5 میلیون دلار پول داده تا صفحه اول روزنامه را نه درون دفتر روزنامه که در سفارت امریکا ببندد. آلنده همه چیز را می داند اما می ترسد سفارت امریکا را تعطیل کند. ناتانیل دیویس سفیر امریکا در شیلی که طی سالهای ریاست آلنده در این کشور حاضر بوده می نویسد اگر ریچارد نیکسون و هنری کسینجر واقعا می خواستند اقتصاد شیلی را با فشارهای اعتباری و مالی زمینگیر کنند توفیق چندانی نداشتند. دیویس درست می گوید آنچه اقتصاد شیلی را زمین زد ترس و حراسی بود که روزنامه های زنجیری وابسته به امریکا به جان مردم شیلی انداختند. سفیر امریکا رسما اعتراف می کند که به طور رسمی 6 میلیون دلار برای عملیات پنهانی در شیلی خرج کرده است. هزینه ای که برای خرابکاری در صنایع، آتش زدن مزارع، از بین بردن دامها، انفجار، تقویت شبه نظامیان و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم صرف شده است. اتفاقی که اقتصاد شیلی را به سمت هرج و مرج می برد. هرچه تاریخ به 20 شهریور 1352 نزدیک می شود، وضعیت شیلی بدتر می شود. سفارت امریکا در گاف صندوقش را باز کرده و پول پخش می کند. صدای این پول پخش کردن هم هر روز از جایی بلند می شود. یک روز مزارع آتیش می گیرند و روز بعد خرید مواد معدنی شیلی و کشتی های این کشور توقیف می شود. امریکا می داند شیلی بدون فروش مس زمینگیر خواهد شد. درست مثل دولت مصدق که بدون فروش نفت زمینگیر شد. حالا این وضعیتی است که آلنده هم تجربه می کند. ارتش در فرمان پینوشه است. او به تازگی فرمانده کل ارتش شده.
امریکایی ها به کمک پینوشه به دنبال عملیاتی کردن کودتا هستند. زمان مناسب فرا می رسد. نیروی دریایی امریکا مانند هر سال با نیروی دریایی شیلی مانوری را شروع می کند. آلنده خیال می کند این رزمایش مشترک با طرف غربی دل دشمنش را نرم خواهد کرد. منطق آلنده عجیب است. در حالی که زیر شدیدترین تحریم ها قرار دارد، اجازه داده ارتشش با ارتش امریکا رزمایش مشترک برگزار کند. اینجاست که شگفتی بزرگ برای آلنده اتفاق می افتد. برخلاف برنامه‌ریزی رزمایش، سربازان پیاده نظام نیروی دریایی با 4 کشتی از دماغه ساحل سانتیاگو عبور می کنند. 6 صبح روز بعد، عملیات نظامی وسیعی در کل کشور شروع می شود. به جز سانتیاگو، سایر شهرها بدون مقاومت ارتش تسلیم کودتاگران می شود. ارتش به فرمان پینوشه مقابل دولت آلنده ایستاده و حالا کاخ ریاست جمهوری را محاصره کرده است. ساعت 9 صبح کار تمام است. سمبل دموکراسی در امریکای لاتین باید بمباران شود تا کسی جرأت نکند از این به بعد به ایالات متحده نبگوید. هواپیماها کاخ ریاست جمهوری در شهر سانتیاگو را بمباران می کنند. مأموران امنیتی امریکا برای روز کودتا از اصطلاحی که در جنگ جهانی دوم ابداع شد استفاده می کنند. اصطلاح دی دی. این عبارت به روزی گفته می شود که نیروهای متفقین به رهبری امریکا و بریتانیا در سواحل نورماندی پیاده شدند. سفارت امریکا به واشنگتن می نویسد کودتای شیلی در وضعیت نزدیک به عالی قرار دارد. در این گزارش جزئیات مجموعی عملیات ارتش شیلی حین و بعد از کودتا آمده است. آلنده در کاخ ریاست جمهوری می میرد و جوخه های اعدام به راه می افتند. جک کوبیش معاون وزیر امور خارجه امریکا برای وزیر یادداشتی ارسال می کند. اعدام شدگان شیلی در فاصله 19 روز بعد از کودتا جمعاً 320 نفر بودند. این عدد بیش از 3 برابر تعدادی است که رژیم پینوشه به اطلاع عموم رسانده بود. همزمان کوبیش گزارشی هم درباره کمک اقتصادی جدیدی که همان موقع از طرف دولت نیکسون به شیلی اعطا شده بود ارائه می‌دهد. این گزارش حاوی اطلاعاتی است درباره توجیه ارتش شیلی برای ادامه اعدام‌ها. سه دهه بعد، ژنرال آگوستو پینوشه، ژنرال کودتاچی شیلی، با بیماری و ناتوانی از قدرت کنار می رود. کمیسیون تحقیق درباره نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری او در شیلی اعلام می کند. تعداد قربانیان سرکوب در این حکومت بسیار بیشتر از آن است که تا کنون به رسمیت شناخته شده. با در نظر گرفتن این رقم جدید، مجموع افرادی که در فهرست قربانیان این حکومت قرار می گیرند به بیش از 40,000 نفر می رسد. گفته می شود نزدیک به 200,000 تن از شهروندان شیلی نیز تبعید شده اند. در یکی از اسناد محرمانه‌ای که پنتاگون افشا کرده، روز اول مهر، یعنی 10 روز بعد از کودتا، پاتریک ریان، رایزن نظامی امریکا در سفارت این کشور در شیلی، گزارشش را می‌نویسد. کودتاگران صبحگاه روز 20 شهریور به دفتر کار من در سفارت امریکا آمدند و مرا در جریان کودتای آن روز گذاشتند. سفارت امریکا مرکز اصلی کودتا در شیلی بود. کودتایی که اگر آلنده می‌خواست انجام نشود، کافی بود این سفارت را تعطیل می‌کرد. اتفاقی که نیفتاد تا در اسناد سفیر این سفارتخانه نوشته شود، کودتای شیلی کامل و بی‌نقص بود.
تهران 13 آبان ماه سال 1358. مردم دور تا دور سفارت امریکا را پر کردند. زن و مرد اینجا سیلی از جمعیت به راه انداختند تا سفارت امریکا برای همیشه در ایران تعطیل شود. خیلی ها نمی دانند آنچه امروز در این خیابان رخ داده شاید آرزوی مردم شیلی و اندونزی هم بوده. شاید اگر دانشجویان شیلیایی می دانستند سفارت امریکا قرار است به محل کودتا علیه انقلابشان تبدیل شود، بیش از 40,000 نفر را به کام مرگ بفرستد و 200,000 نفر را آواره کند، ثانیه‌ای برای بالا رفتن از دیوارهای سفارت تعلل نمی کردند.